سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. هفته گذشته که مثلا میتونیم بگیم جمعه خبری در رسانه ها توجه همه ما رو به شاه چراغ جلب کرد. یک عملیات تروریستی در شاه چراغ اتفاق افتاد، عملیاتی که وقتی به ذهن ما میآید سریع قهرمان هم تو ذهن ما میاد فلانی یه حرکت مشتی زد توی این عملیاته، و این عملیات رو کلا این ماجرای جنایتکارانه داعش رو با اون قهرمانه میشناسیم، قهرمانی که ما به زودی یک برنامه ویژه دربارش خواهیم داشت. میخوایم نکاتی رو دربارش مطرح کنیم. دوستانی پیام های فرستاده، من همه پیام ها رو خوندم، هم مثبت ها رو خوندم، هم اونایی که به ما به بنده و نکاتی که گفته بودم نقد داشتن اونا رو هم کامل خوندم. به یاری خدا اون برنامه‌ای که درباره ایشان داشته باشیم مفصل بهش می‌پردازیم. فیلم ها و تصاویر جدیدی از عملیات شاه چراغ در رسانه منتشر شده، میخوایم با هم بررسی بکنیم. فقط قبلش یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم دوستان، به این چیزی که میگم دقت بکنید. عملیات برای چه چیزی اتفاق افتاد؟ برای اینکه ایران به حاشیه بره، سوژه بشه، مورد توجه قرار بگیره، داعشی ها معتبر بشوند، درباره شون حرف زده بشه، درباره اقدامات تروریستی چیزهایی از این دست بحث صورت بگیره و حرفای از این دست دیگه، درسته؟ عملیات اتفاق افتاده با همه این اهداف. الان اونی که درباره‌اش دارن صحبت میکنن حماسه، رشادت و شرافت جوانها و مردمان ایرانه. یعنی اصلا حوزه رسانه‌ای رو اگر می‌خواستیم بگیم که این شکلی میشد یک چیزی به تهدید، از تهدید به فرصت تبدیل بکنه، در این ماجرا همین اتفاقی بود، همین حماسه‌ای بود، همین رشادتی بود که توسط فرزاد بادپا اتفاق افتاد. یک نفری رفته با دست خالی یک سلاحی از یه داعشی گرفته، هم به موج رسانه‌ای ضد ایرانی که می‌خواسته شکل بگیره پایان داده، اصلا موج رو کلاً عوض کرده با این حماسه و این رشادت. چون ما رسانه که نداریم که، او و امثال او غیرتمندانه وسط میدان یه حرکتی میزنن، اصلا افکار عمومی خودش میره روی این موج خبر. هم مدل ماجرا تغییر کرد، همین که الان به جای اینکه عده‌ای از آن جنایت بگویند و از داعشی ها بگویند و از اینکه چند تا تروریست می‌خواستن ایران رو به چالش بکشن، دارن درباره شرافت یک ملت صحبت میکنن. این هم در نوع خوش از اتفاقات جالبی است که تو این ماجرا توجه بنده رو به شخصه به خودش جلب کرد. می‌خوایم بریم فیلمی رو ببینیم از افرادی که آنجا حضور داشتن، چون یه چیزی توی این ماجرا کمتر دیده شده و اون هم نیروهایی هستن که تلاش کردن این تروریست تکفیری به هلاکت برسه یا بازداشت بشه. ماجرا از چه قرار هست؟ وقتی که تروریست در صحن در حال حرکت بوده، چند نفر تلاش میکنن یک، توجهش رو به خودشون جلب بکنن، دو، به سمتش تیراندازی بکنن که او از اقدام علیه دیگران متمرکز بر اونها بشه. البته خب غیرتی که فرزاد بادپا به خرج میده و سرعت عملی که داشته و حرکتی که انجام میده باعث میشه او اصلا به خودش بیاد، ببینی که روی زمین افتاده و ظرف 40 ثانیه کل عملیات تروریستی داعش به پایان برسه. بریم با این داستان همراه بشیم، روایت قهرمان هایی که کمتر دربارشون صحبت شد رو بشنویم، برمیگردیم نکاتی دارم عرض خواهم کرد. اینجا شیراز، حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام. میخوایم روایت کنیم روزی رو که تروریست مسلح وارد حرم شد. سلام، خسته نباشید. شما عزیزان کدوم بخش هستید؟ خودتون بفرمایید. پاسداران یگان امنیت سپاه فجر فارس هستیم. درسته. دو عزیزی که میبینیم دو تا پاسداری هستن که در مواجهه با این تروریست بودن و خودشون روایت میکنن که چه اتفاقی افتاد. بفرمایید. از اینجا آماده خیابون، آره از این خیابون آماده مسلح از این در وارد شد. یه خانواده اینجا بودن، اینجا شلیک کرد، آره اینجا شلیک کرد، ولی اصابت بهشون نکرد خدا رو شد. اینجا که گیت بازرسی نداری؟ اینجا ورودیه. اینجا ورودی؟ این ورودی نه، اینجا کاری اصلا وارد آره، حرم، آره بار حریم حرم نیست، نه اینجا خیابون. آره. از اینجا شلیک برای خادممون شهید شد آقای عباسی. این تروریست اینجا وارد آره، نشد. نه از اینجا ایشونو زد. اومد از کجا رفت داخل؟ از درب خروجی، از دربی که این درب خروجی. من نکته داخل پرانتز بگم، بعضی ها یه بحثی را انداختن که تروریست چجوری وقتی وارد شد تیرش به اون اولیا نخورد. دوستان دقت کنین چی شد. من از روی متن بخونم چون متنش مشخص نیست، اینجا ممکنه دوستان نبینن. نوشته که شلیک سه گلوله
9 میلیمتر کمری توسط پاسدار حفاظت حرم به صورت مستقیم در فاصله 6 متری در ابتدای ورود تروریست به صحن و ایجاد انحراف و جلوگیری از حرکت به سمت ظریف و جمعیت داشته میرفته. فیلمی که نشون میده بسیار عجیب و غریبه، جمعیت سراسر توی حرم اومده، از اون شبای پرشور بوده، داشته میرفته در 6 متریش این بنده خدا. این اون چیزی که ما اصلا ندیدیم، من به شخصه ندیدم خیلی در روی صحبت بشه. در 6 متریش این بنده خدا میره مستقیم به سمتش تیراندازی میکنه که او در حالی که سلاحی داره که میتونه به رگبار ببنده متوجه این بشه یا وارد درگیری رو در رو بشه، یکی اون یکی رو بزنه بندازه زمین و از صحن غافل بشه. حالا اونایی که میخوان صحن رو مدیریت بکنن، دری میخوان ببندن، کاری میخوان بکنن، برن درگیر اونور بشن یا بالاخره بندازه زمین تموشه بره. این اون بخشی که خیلی درباره صحبت نشد. یه خدا قوت باید بگیم به بچه‌هایی که با همه توان، با همه دغدغه، با همه وجودشون در جاهای مختلفی، نه فقط حرم شاه چراغ، در اتفاقات مختلفی دارن فعالیت‌های انجام میدن. اصلا شاید هیچ کس هیچ وقت کار اینا نفهمه، هیچ کس هیچ وقت فرصت نکنه درباره اینها صحبت بکنه، اما اونها در حال مأموریت خودشون هستن. باز هم پیش بیاد این مأموریت رو پیش خواهند برد. ادامه‌اش رو ببینیم، برمیگیم نکات دیگه مرسا. ایشون هم به من تیراندازی کردن، الان جاهاشون هست. آن به سمت تیر. آره، الان پایین حوض اگه نگاه کنید جای گلولش هست. به سمت شما تیراندازی آره، کرد. آره، قسمتایی که می‌بینید تیرایی که حالا به سمت من شلیک کرد. منم حالا مقابله به سمت شاش هم شلیک کردم. هدف چی بود؟ فقط می‌خواستم سمت جمعیت نره. آقا خیلی کمک بود برای شما. بله، بله. رویه بود. سلام بکا. چطوری؟ خب با کمک دوستان تونستید این ملعونو دستگیر کنید. کار درسته. سلامت باشید. راست میگی، درد نکنه. من خواستم یه چی بگم. کار خود حضرت و دعای خیر مادرم پشتمون بوده که خواسته ها انجام شده. حالا فیلم های دورون مدار واسه یه جور نشون داده شده، انگار این مسیر خیلی زیاده. کل از لحظه که از دم در ورودی شروع کرد اولین نفر رو زدن تا اینجایی که حالا بچه ها دیگه دستگیر شد و خل سلاح شد، شاید زیر 30 ثانیه اتفاق افتاد. و در صورتی که 8 خشاب بله خبرها دنبالش بود. بله 8 خشاب داشت و یه دبه بنزین هم همراهش بود. حالا هدفش دیگه انفجار چیزی بوده. و یه نکته دیگه هم هست، نیروی امنیتی که ما داشتیم، اونایی که در ورودی بودن همونجا زده شدن که الان یکشم شهید جهانگیری شهید شد. به محض ورودش به حرم هم دیگه با لایه دوم که حالا بچهای ما بودیم مواجه شدیم. لایه اولو که زد و آره، لایه دوم دیگه خونسا شده دیگه. آره. اصلا به داخل صحن و جمعیت اصلا کشیده نشد. خیلی خوب، بخش از این ویدیو رو با هم دیدیم. یه خدا قوت باید بگیم به قهرمانهایی که با یک شاهکار بی‌نظیر یک تروریست رو متوقف کردن. تروریستی که آمده بود تا جنایت رقم بزنه و به شکل غافلگیر کننده در کمتر از 40 ثانیه توسط کسانی که در میدان حضور داشتن غافلگیر و دستگیر شد. امیدواریم بهترین ها پیش روی قهرمانهای وطن باشد. از خدا برای خانواده شهدای وطن، به ویژه شهدای مدافع امنیت و شهید شهدایی که در حرم شاه چراغ مظلومانه به شهادت رسیدن، آرزوی صبر می‌کنیم و امیدواریم که به واسطه این صبوری‌ها خداوند پرچم ما را همیشه در اهتزاز نگه داره. نکته دیگه‌ای ندارم. اگر بحثی بود حتما در قالب پیام برای ما بفرستین، کمک بکنید که این گزارش با پیام‌های شما کامل‌تر بشه. صرفاً یک خواهش از دوستانم دارم. در هفته تبلیغات هستیم. اگر از برنامه ما، اجرای ما، مدل ما، کار ما خوشتون میاد، اگر احساس میکنید که دوست دارید از شخص بنده حمایت داشته باشین، خواهشم این است که از طریق بنری که دارید میبینید حتما حمایت بکنید، کمک بکنید که این برنامه رو بتونیم با قوت با حمایت‌های شما پیش ببریم. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی عزت دارم، وقتتون بخیر.